بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين وقودها الناس والحجارة عليها ملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم انتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني لما تحب وترضى بحمد وسباس خدای متعال وبدرود وسلام سلامي پایان بر پیامبر رحمت محمد مصطفی صلى الله عليه و آله و اهل بیت پاک و متحر اون حضرت و همچنین عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و شنونده های گرامی بحث احکام خانواده رو خدمت شما ادامه میدهم در جلسه قبل با اسباب محرمیت و اینکه چه عواملی بین افرادی گوناگون محرمیت رو ایجاد میکند آشنا شدیم و در یک تقسیم بندی کلی بیان شد که عامل ایجاد محرمیت یا نسب و نژاد و خون هست و یا سبب مثل شیرخارگی و همچنین ازدواج در این جلسه و جلسات بعد انشاءالله هر کدام از این عوامل سگانه را باید با تفصیل بیشتر و با ارائه جزئیات بیشتر خدمت شما عزیزان بحث کنیم در این جلسه از عامل اول ایجاد محرمیت یعنی عامل نسب شروع می کنیم و دستبندی که در نسب وجود داره در یک دستبندی کلی می توانیم این گونه بیان بکنیم که انسان هایی که از نظر نژاد و خون به دنیا می آید و با هم نسبت دارن در یک تقسیم کلی یا از طریق نسب شرعی و حلال به دنیا آمدن و یا از طریق نسب غیر شرعی از نظر خون و نجات ممکنه با کسی نسبت داشته باشد اما از اون طریق که شر معین کرده است از اون طریق به دنیا نیامده باشد احکام این دو قسمی از نسب ممکن تفاوت داشته باشد که از این جهت جدا کردن نسب شرعی از غیر شرعی دارای اهمیت هست در بین نسب شرعی نیز می شود دو نوع دستبندی یا دو قسم بیان کرد و آن این که یک مرتبه است که نسب انسان از طریق شرعی و کاملا حلال و بدون هیچ گونه آلودگی به حرام به کسی میرسد که خب این همون راه درست و معقول و شرعی هست که انسان کاملا طبق دستورات و احکام شرعی به دنیا مده باشد و در همه مراحل رعایت حلال و حرام الهی صورت گرفته باشد اما یک مرتبه هست که نسب یعنی نسبت شرعی هست اما در کنار این نسبت شرعی ممکن است انقاد نطفه انسان همراه با برخی از کارهای حرام همراه باشد مثلا زن و شوهر که با هم ازدواج کردند کاملا با هم زن و شوهر هستند و همبستریشون با هم مشکلی ندارند منتها در یک شرایط خاصی همبستری و نزدیکی زن و شوهر نیز حرام می شود اگر در یک چنین شرایطی زن و شوهر به خاطر انجام یک کار حرام نطفه منقد بشود و از اون طریق فرزند به دنیا بیاید حالا بحث می شود که آیا این فرزند هم از همان احکام نسب شرعی برخوردار هست یا اینکه به خاطر مبتلا شدنی به یک کار حرام از یک حکم دیگری برخوردار می شود خب مثال های بسیار واضح و روشن هست که زن و شوهری به خاطر این که در ایام حیز که نزدیک شدن به همدیگر در ایام حیز و عادت ماهانه حرام هست خب در یک چنین شرایطی نطفه منقید بشود و یا در زمانی که زن یا شوهر در حال اعتکاف که یکی از اعمال عبادی هست به سر ببرن در اونجا همچون نزدیکی و مقاربت حرام هست اگر در اون شرایط فرزندی نطفهش منقید بشود یا در حال که زن یا مرد یا هر دو روزه واجب معین مثل روزه ماه مبارک رمضان رو با این نزدیکی بخواهند باطل بکنند در یک چنین شرایط نیز آلوده به حرام می شود یا زن و شوهر در حالی که احرام حج رو بر تن پوشیدن در اون شرایط نزدیکی با هم داشته باشند یا هم بستری در صورت اشتباهی که این هم یکی از احکامی همین نسب شرعی که آلوده به حرام هست که بالاخره کسی با زنی یا زنی با مردی هم بستر می شود در حالی که نمی دانند اینها با هم نامحرم هستند اشتباه می کنند ممکن است افرادی همدیگر را قاطی کنند در این وسط و از دستشون در بروند خب این وطیه به شبهه یا همین همبستری اشتباهی احکام خاص خودش را دارد که در همین مسئله اونا هم می گنجد و ششم فرزند که از طریق تلقیه مصنوعی یا تلقیه که امروزه مطرح هست ایجاد بشود خب اینا احکام خاص خودش رو دارد در هر صورت اینها هم جز این نسب شرعی قرار میگیرد. به دلیل اینکه اصل نزدیکی حلال هست تنها در اون وقتی به شبه که یک مقدار بحث بیشتری دارد در بقیه موارد اصلش حلال هست حالا در کنارش ممکن است بعضی از کارهای حرام هم صورت بگیرد خب این یک حکمی دارد نسب شرعی اما نسب غیر شرعی نیست که خدای نخواسته کسی در اثر روابط نامشروع و غیر حلال با کسی نزدیکی داشته باشد و از این طریق فرزندان نامشروع فرزندانی که از زنا به دنیا می آیند اینها هم بالاخره یک عامل نژادی و خونی دارند هم با پدرش هم با اون کسی که بالاخره نطفه از او هست هم با اون زنی که از او به دنیا آمده است خب نسب وجود داره منتها نسبت نسبت غیر شرعی و غیر حلال هست خب در اینجا حالا باید بحث بکنیم که این اقسام نسبت با هم تفاوتهایی دارند یا تفاوتهایی ندارند در احکام محرمیت بالاخره بحث مفصلی هست آثار گوناگونی مطرح هست در خود این که کسی با کسی محرم می شود چند تا حکم واضح و روشن است مثلا این که دیگه افرادی که با هم محرم هستند نمی توانند با هم ازدواج بکنند و مسئله دیگر هم این است که برخی از آسانگیری و تسهیلاتی برای افراد محرم وجود داره که برای افراد غیر محرم اینها وجود ندارد خب اینا آثار محرمیت هست بحثی ارث و میراث بردن از همدیگر جز آثار محرمیت هست حالا باید دید که آیا در اقسام نسب اینها در همه احکام مترتب بر محرمیت اینها شریک هستند یا نه تفاوت وجود داره به صورت کلی می شود این گونه بیان داشت که در نسب شرعی حالا چه اون نسبت هایی که کاملا از طریق حلال و مشروع پدید آمده است خب هم در نسب شرعی که همراه با کار حرام ممکنه بوده باشد در هر دو فرق نمی کند اون احکام محرمیت همچنان پابرجاه هست و همه احکام محرمیت بر هر دو صورت بار می شود اما در نسب غیر شرعی برخی از احکام محرمیت بار می شود مثلا همون بحث حرمت ازدواج بحث این که احکام محرمیت را باید با همدیگر مراعات بکنن اینها مترتب است حتی بر همون اولادی که از طریق نامش به دنیا آمده است اما در برخی از آثار دیگر محرمیت مثل ایرس بردن از هم دیگر اینجا محل بحث هست که آیا ولد زنا از پدر و مادر ایرس میبرد یا پدر و مادر از او ایرس میبرد یا در خصوص مادر که یک مقدار بحثی عمیقتر هست بالاخره ممکن است که با پدر مشکلی نداشته باشد در این که ای ارث و میراثی بینشان نباشد اما در مادر بالاخره برخی ها احتیاط کردند که باید یک نوع مصالحه بین اینها صورت بگیرد چون بحث نسب تا حدودی مطرح است عامل خونی مطرح است هرچند در اینجا اون سبب عقد شرعی وجود نداره اما سوالات در این بحث نسب شرعی مطرح هست که حالا به صورت خیلی گذرا به برخی از اونها اشاره میکنم یک از سوالات این است که این. بالاخره وقتی در هنگام ازدواج دو نفر عروس و داماد وکالت دادن عقد رو که یک کسی یک آقای دیگر این عقدشون رو اجرا کند و بعد از آن که این وکالت رو میدهن قبلا هم اشاره شد که یک از وظایفی که انسان داره اینه که باید حتما از منعقد شدن عقد توسط اون شخص وکیل آدم اطمینان پیدا بکند اما حالا این دو شخص خیلی دقت نکردن یا این که از یک طریق اطمینان پیدا کردن که حتما تا این زمان رو مثلا اون وکیل عقد رو اجرا کرده است اما وکیل هم وقتی از اینها وکالت میگیره میره فراموش میکنه و کاملا از یادش میره چند روزی میگذرد و در این وسط زن و شوهر یا عروس و داماد کاملا با هم اون رابطه محرمیت رو پدید می ممکن ممکنه با هم نزدیکی هم داشته باشند در حالی که بعد از چند روز یک مرتبه اون عاقد یا اون وکیل یادش میآید که هنوز عقد رو به اجرا در نیاورده است بلا فاصله وقتی یادش می آید اون عقد رو اجرا می کند و عقد رو منعقد می کند حالا سوالی که در این وسط پیدا می شود پیدا می که کارهایی که این زن و شوهر در این مدت که هنوز عقدشون خوانده نشده است انجام داده چه حکمی رو دارد آیا این کارشون حلال است یا حرام هست و اگر در همین فاصله کسی نطفهش منعقد شده باشد این نطفه نطفه حلال هست یا نطفه غیر حلال هست و اصلا خود وظیفه این شخص وکیل چیه آیا یک کار حرام را مرتکب شده است یا نه جواب دادن که آقد به دلیل فراموشی و نسیان بالاخره حکمی و تکلیف خاصی نداره اما اگر نزدیکی بین این زن و شوهر به وجود آمده پیش از عقد اگر اینها اعتقاد پیدا کردن به این که وکیل عقدشان را خوانده و زن شوهری بینشان ایجاد شده است خب در این صورت این حکم وطیه به شبهه را پیدا می کند که همون بحثی که مطرح شد که در خیلی از موارد هست که زن و شوهر به اعتقاد این که با هم محرم هستند و هیچ گونه احتمال خلافی رو هم نمیدهند و شک و تردید هم برایشان پدید نمی آید. در یک همچین حالتی اگر به اعتقاد محرم بودن و زن و شوهر بودن با هم نزدیکی داشته باشند این حکم یا حکم وقتی به شبه رو پیدا می کند یا همون نزدیکی اشتباهی که حکم خاصی را دارد و در وقتی به شبه نیز بیان شد که احکام نسب شرعی بار می شود و سوال دیگری که مطرح است این است که در بعضی از جاها که ممکنه دیگه این در شرایط امروز نباشد اما در گذشته این زیاد مطرح بود است که خیلی از افراد به مجرد این که با هم خواستگاری انجام می و صحبت های با هم می کردن خیال می کردن که با همین کار تمام است و دیگر هیچ منتظر عقد و نکاح اینا نمی نشستن و کاملا احکام ازدواج و زناشویی رو مترتب میکردند بعدا در یک فرصتی که یک عالمی آخوند گیرشان میامد مثلا دوباره میرفتند و عقد رو اونجا میخواندند در یک همچنین شرایط باز هم این سوال پدید میآید که آیا در شرایط این گونه که افراد با این اعتقاد که همین خواستگاری همین عروسی همین مراسم عروسی که برگزار میکنند کفایت میکنند آیا اولاد و فرزندانی که از این طریق و در این فاصله به دنیا میآیند اینا حکم حلال زاده را دارن یا نه جواب دادن که در یک چنین شرایط باز هم فرزندانی که به دنیا میاین حکم اولاد حلال را دارن و همون احکام محرمیت بینشون پدید میآید. اگر زن شوهرش برای مدت ها گم شده است از قرائن و نشانه های فراوان این زن مطمئن شده است که شوهرش از دنیا رفته و میره یک شوهر دیگری میکند و بعدا شوهر قبلیش پیدا می شود حالا وظیفش چیه؟ میگه اگر این زن از قرائین فراوان از نشانه های زیاد علم پیدا کرده است که اون شوهر قبلیش فوت کرده است خب در این صورت جایز است که به خاطر همون پیدا کردن علمش که واقعا علم باشد نه گمان نه خلاصه حالت شک و تردید با همون علمش میتواند ازدواج کند و اگر شوهرش بعدا پیدا میشود این کشف میکند از این که اون عقد قبلیش باطل بوده و اشتباهی نزدیکی های هم که صورت گرفته است همه شون همون حکمی نزدیکی به شبهه یا به اشتباه رو پیدا میکند و احکام همون وقتی به شبه بر این بار میشود اما در بحث نسب غیر شرعی نیست سوالاتی مطرح هست حالا اگر فرزند از طریق زنا به دنیا بیاید آیا این فرزند به پدر زانی و مادر محرم می شود یا نه جواب دادن که محرمیت بعید نیست که اینها همچنان محرمیت بین این پدرش و اون زنی که از او به دنیا آمده است محرمیت باشد هرچند در بحث ارث بردن بالاخره ارث نمیبرند برند بنابر فتوای برخی از فقها یکی از سوالات دیگری که مطرح می شود این است که بعد از مدت پدر و مادر که فرزند از طریق زنا دارن با یکدیگر عقد میکنن و این دفعه نزدیکی از طریق حلال و شرعی رو میخوان انجام بدهن حالا غیر از اون فرزند زنازادهشون بعدا فرزندان دیگری که از این زن و شوهر پدید میآید حالا سوال می شود که بین اولاد شرعی این زن و شوهر و با اون فرزندی که از طریق زنا به دنیا آمده است آیا محرمیت ایجاد می شود یا نه جواب دادن بچه که از زنا متولد می شود فرزند مادرش هست قطعا نسبت به اولادهای دیگری که از این مادر به دنیا می محرم هستند خواهر و برادر به حساب می شود. اما نسبت به مرد اگر احراز بشود که واقعا بچه از نطفه همین مرد است خب بچه اون مرد هم حساب می شود نسبت به اولاد مرد هم همون احکام اولاد را پیدا می کند و با اولاد مرد نیز حکم خواهری و برادری رو پیدا میکنن هرچند در بین اینها تواروس یا ارث بردن وجود نداره و سوالی که مطرح میشه اینه که بالاخره فرزند زنا آیا تعلق به پدر دارد یا به مادر دارد و وظیفه کدام یک از اینهاست که باید از این فرزند به دنیا آمده باید نگهداری کنند به دلیل اینکه بالاخره او گناهی نکرده است که از طریق غیر شرعی به دنیا آمده است خب گناهش به گردن کسانی است که این کار را انجام داده حالا سرپرستی او و نگهداری او بر دوش چه کسانی است جواب داده است که اگر پدر بتواند مادرش را راضی کنند که از بچه پرستاری کنند خب میتواند بالاخره به واسطه مادر این بچه بزرگ بشود و ضایع نشود و اگر مادر رضایت ندهد و پرستاری و نگهداری او را بر عهده نگیرد بر پدرش لازم هست که باید از او نگهداری کند و در هر حال بین ولد و زنا و پدر و مادر و ارث برقرار نمیشه اما بقیه احکام از جمله احکام نفقه مطرح هست که باید مرد این بحث نفقه رو هم همچنان بر دوش داشته باشد و نفقه او را هم بپردازد منتها بر اساس همون تقسیم بندی که در بحث نفقه مطرح شد که زن و اولاد در یک رتبه قرار دارن که نفقه اولاد هم بر پدر لازم هست امیدواریم با دانستن این بحث اجمالی از اقسام نسب و آشنا شدن با نسب شرعی و غیر شرعی و احکامی که بر اینها مترتب هست تا حدود یک ذهنیت بازی نسبت به این مسائل برای ما پدید آمده باشد انشاءالله بقیه عوامل دیگر ایجاد محرمیت را هم با تفصیل بیشتر در جلسات بعد خدمت شما بیان خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزات بالنصر والغلبه وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره برحمتك يا ارحم الراحمين